محصلین عزیز سلام، امروز معلومات را میکنیم درباره بورسیه ماستری اتریش مخصوص برای بانوان. خب با ما باشین. اول این صفحه فیسبوک اسکولارشیپ فور افغانستان اگر بیاین این معلومات شما میبینین. اگر شما خواستین که مستقیما در وبسایت برین، شما من در بخش وبسایت، زمان که شما در وبسایت در گوگل آمدین، این شما میتونین بنویسین نام اسکالرشیپ. زمان که نام اسکالرشیپ کلیک کردین، شما ای اسکالرشیپ میاد. زمان که ای وبسایت آمد، وبسایت offerf.com که برای محصلین افغانستان اسکالرشیپ ها جمع آوری میشه و اینم اینجا نشر میشه. خب ای اسکالرشیپ برای مقطع ماستر است، در بخش کامپیوتر ساینس است و در کشور اتریش، و امو فند یا کمکی که داده میشه از طرف از این نهاد هسته، از طرف نهاد هلموت ویت است. خب مطابق چیزی که گفته در مقطع ماستری است و سند توفل یا آیلز میخواید، کمپیوتر ساینس است، پارشلی فندید است، یعنی تمام هزینه های تحصیلی به شما داده نمی شود، بلکه یک مقدار از هزینه های تحصیل توسط اون نهاد به شما داده میشه که مخصوص برای بانوان هست و زبان تدریس انگلیسی است. خب گفتن که اگر شما یک خانم اوت استندینگ هستین یا بسیار با استعداد بالا هستین و میخواین که مقطع ماستری خود را در رشته کامپیوتر ساینس در یونیورسیتی و یونیورسیتی آف تکنولوژی مربوط کشور اتریش است اگر تحصیل کنین، شما میتونین در این اسکالرشیپ اپلای کنین، یعنی در این یونیورسیتی اپلای کنین. در صورت که شما ادمیشن از این یونیورسیتی گرفتین، باز این نهادی که ما بر شما گفتیم یا بر شما امی فند ارائه میکنه. موقعیت کشوری اتریش، ختم ثبت نام 3 نوامبر 2022، زبان تدریس انگلیسی هست و مقطع تحصیل ماستری هستن و دیوریشن یا مدت تحصیل تا 2 سال هستن و فرق میکنه با اونمو برنامه ای که شما قراره تحصیل کنید که کمپیوتر ساینس هسته یا سافتویر انجینیرینگ هسته یا بخش های مختلف دیگه هسته. خب اینی رشته های تحصیلی هسته که کلشان تقریبا یک رقم لینک هسته با کمپیوتر ساینس: Logic in Computer Science, Formal Method and Verification, Computer Security, Algorithm and Complexity Theory, Database and Knowledge Representation, Artificial Intelligence و Software Engineering. این رشته های تحصیلی بود که کلشان ربط داره به بخش کمپیوتر ساینس و بخش های تکنیکی و بخش های تخصصی هست که برای مقطع ماستری هست، چون بخش های عمومی نیست و بخش مطمئنا بخش مقطع ماستری و بخش های تخصصی بیشتر تمرکز میشه. خب چه مقدار کمک تحصیلی توسط این نهاد صورت میگیره؟ سالانه 6000 یورو اینا پرداخت میکنه و همچنین توشن فی هست که هزینه تحصیل هست در یونیورسیتی ویانا، یونیورسیتی آف تکنولوژی هست. یعنی سالانه 6000 یورو داده میشه و همچنین همین هزینه تحصیلی که هست اینا معاف میشه، یعنی از شما گرفته نمیشه توسط از این یونیورسیتی. خب چی کسانی میتونه اپلای کنه در این فند؟ خب بانو باشه و علاقمند باشه برای از اینکه ماستری خود در بخش کمپیوتر ساینس در یک از رشته های تحصیلی تکمیل بسازه و مقطع و لسانس خود از بخش کمپیوتر ساینس و یا بخشی ماتماتیکس گرفته باشه و یا معادلی از اینا و همچنین در زبان انگلیسی اینا پروفیشنت باشه، یعنی مهارت داشته باشه. خب چی اسنادهای ضرورت هستن؟ و اسنادهای شما باید به زبان انگلیسی و یا زبان جرمنی باشه. سی وی ضرورت هست، انتنت لیتر ضرورت هست که شما چرا ای اسکالرشیپ به شما داده شود یا چرا ای فند یا کمک تحصیلی به شما داده شود، و اکادمیک ترانسکریپت شما باید باشه که از مقطع لسانس، ایجوکیشنال سرتیفیکیت یا همو دیپلمه شما باید باشه که مقطع لسانس تان است، و 2 رفرنس لیتر با کانتکت دیتیل باید باشه از میبخشین 2 referee contact details، یعنی مستقیما اینا رفرنس لیتر نمیخواین،
اینام مشخصات رفری یا کسی که قرار رفرنسده تر بر شما بده او معلومات ها رو میخواید و به احتمال خیلی بالا مستقیما این نهاد به اون دو شخصی که شما مشخص کردین و معلومات از اونا رو دادین به اونا ایمیل کنه و یا لینک بفرسته و اونا اما رفرنس لیتر کسی مستقیما به خود یونیورسیتی داده شد، نه اینکه به شما باز بعد از او به یونیورسیتی. و انگلیش لنگویج سرتیفیکیت که توفل یا سیمیلر از اینا باشه یا شبیه از این. و یک موضوع دیگه ای که من خدمت دوستو عرض کنم و کسایی که مثلا در مقطع لیسانس خودت زبان انگلیسی تحصیل کرده باشه و تکمیل کرده باشه، اگر شما سند توفل دارین خب بسیار خوب، اگر سند توفل یا آیلتس و یا مشابه حضیر دارین بسیار خوب، اگر ندارین شما مستقیما زمانی که اپلای کردین اینی اسنادهای خود ذکر کردین، اسنادهای خود روان کردین، شما یک مسئله رو منشن کنید که ما میفهمم که اینجا مثلا سند زبان توفل مهم هست و ضروری هست، اما فعلا من اینمی سند توفل ندارم، اما بس تحصیلات خود به زبان انگلیسی تکمیل کردم و اینی ترانسکریپت هستم. یعنی شما یک موضوعی را ذکر میکنین که اونا میفهمه که بله این نفر از شرایط ما میفهمه، اما نسبت به شرایطی که فعلا افغانستان داره و امتحانات برگزار نمیشه و یه اتفاقات افتاده، اونا شاید اینمی مثلا را از شما معاف بسازه، اینمی را شاید از شما صرف نظر کنه. و همچنین کپی پاسپورت شما ضرورت هست تا کل از این اسنادهای شما به زبان انگلیسی و یا جرمنی باشه، خوب است که به زبان انگلیسی باشه. خب چیگونه اپلای میشه این اسکالرشیپ؟ ببینید شما تحصیل میکنید در یونیورسیتی بخش تکنولوژی بود که در کشور اتریش، اما هزینه یا کمک تحصیلی که داده میشه توسط یک نهاد بیرونی هستن. پس اول شما باید به یونیورسیتی اپلای کنین، ادمیشن یا قبولی از دانشگاه بدون کدام شرایط بگیرین، یعنی قبولی کامل نشوه که بگه بله ما شما را میپذیریم در صورتی که شما سند توفل یا ترانسکریپت خود را تکمیل بسازید، یعنی شرط نداشته باشه بدون کدام شروط باشه، یعنی انکاندیشنال ادمیشن شما باید از یونیورسیتی به دست بیارین. با زمانی که به دست آوردین شما میتونین که مستقیماً به فند یا به می هزینه تحصیل اپلای کنین. برای ثبت نام کردن گفتیم که شما اول به یونیورسیتی اپلای کنین، باز بعد از او برای فند. خب شما لینک دو لینک دارین، اپلای تو یونیورسیتی و for more information please visit the Venus Center. خب ما روی این لینک کلیک میکنیم چون که لینک رسمی این نهاد است. ما زمانی که در این وبسایتی که این فند برای شما داده میشه اینجا شما میایین و اینجا تمام معلومات هایی که ما گفتیم اینجا هستن. خب حال شما مطابق رشته های تحصیلی ببینید، این پنج رشته تحصیلی که ما گفتیم 1, 2, 3, 4, 5 بخش لوجیک کامپیتیشن، بخش بزنس انفورمیشن، کامپیوتر انجینیرینگ، دیتا ساینس و بخش های مختلف دیگه که اینجا ما ذکر کردیم که شما میتونین اپلای کنین. خب مثلا ما بخش دیتا ساینس کلیک میکنیم، زمان که بخش دیتا ساینس ما کلیک کردیم دقیقاً شما میان در لینک خود از این یونیورسیتی که بخش ماستری ان دیتا ساینس هست و اینجا معلومات کاملشان هست. و اینجا اگر شما میخواین اپلای کنین به این یونیورسیتی، این شما این معلوماتش کلشان رو بخونین که هاو دو اپلای و گفته که برای راهنمایی و چه رقمی اپلای میشه و شما روی از لینک کلیک میکنین. ما زمانی که روی از لینک کلیک کردیم اینجا معلوماتای کاملشان هست، بخش اپلیکیشن شانین استپ 1 اپلیکیشن، استپ 2 ادمیشن لیتر است و بخش انرولمنت است. خب اینجا شرایط هایشان بازم ذکر شده و اینجا معلومات کاملی انظمی ماستری پروگرام است که شما میتونید در فایل پی دی اف به دست بیارین و مکمل کل از اینا هست که در فایل پی دی اف هست. و یا یعنی که اگر شما روی استارت اپلیکیشن کلیک کنین، خب زمانی که روی استارت اپلیکیشن ما کلیک کردیم در قسمت اول گفته که admission with degree from foreign post secondary education institute، خب و required document یه معلومات هایشان هستن، کل معلومات ها رو شما باید بخونین که اینجا مو application فرمش هسته که اینا گفته باید باز بعد از او ایمیل آدرسی درست شما داشته باشین، مو دیپلومتان باشه، ترانسکریپتتان باشه و تمام این موضوعات ها اینجا مکمل ذکر شده و اینجا همو شرایط های دیگه ایشان هست که شما میتونین ببینین. خب
استپ اول بود که یک معلومات کامل بر شما داده شد. و در قسمت استپ دوم بخش وریفیکیشن این معلومات ها کامل شما اینجا میبینین، اما ساده ترین راهشان ای هسته. ساده ترین راهشان ای هسته که شما مستقیم زمانی که روی بخش ادمیشن آمدین اینجا این معلومات ها شما میتونین بخونین. ادمیشن آفیس هسته، ای هم ایمیل آدرسشان هست، شماره تماسشان هست، شما میتونین کل معلومات از اونا به دست بیارین که اینجا شروع و ختم ثبت نام و مام و معلومات ها رو کلشان بر شما ذکر کرده. خب بازم اگر شما خواستین میتونین مستقیما کانتکت کنین به این دو شخص، مستقیم به ایمیل آدرس از اونا و مکمل هم شرایط خود را ذکر کنین، چون که اینا مطمئنا به مراتب شما را بهتر کمک میکنه. خب چون که اینا هم رئیسشان هست، بخش بزنس انفورماتیک هست، اینا هم معاونشان هستن که دو قسمت شما را کمک میکنن. یعنی مستقیما شما میتونین از این طریق اقدام کنین و یا اینکه میتونین از طریق از این لینک اپلای کنین. زمانی که شما ادمیشن خود را تکمیل ساختین، باز بعد از تمام اون اسنادهای خود، کل از این اسنادهای خود در فایل پی دی اف اضافه میکنین و باز بعد از اون در ایمیل آدرس از طریق فایل پی دی اف شما باید بفرستین. باز ما همیشه برای شما یه رو پیشنهاد میکنم، زمانی که شما خواستین در اسکالرشپ واقعا اپلای کنین، لطفا شما به اون لینک رسمی و اصلی از اون نهاد یک بار مراجعه کنین که لینک اصلیشان است، که دقیق شما با تمام جزئیات بخونین که واقعا اینا چرا یک اسکالرشپ ارائه میکنن و هدفشان چیست. پس شما در اون پرسنل استیتمنت خود اون موضوعات رو باید ذکر کنین، روی اونها تاکید کنین تا اینکه اون اسکالرشپ بر شما داده شود. یعنی خودتان حداقل به هر اسکالرشپی که میخواین اپلای کنین یک روز دو روز وقت بگذارین و دقیق تحقیقات کنین، ببینین، باز بعد از اون میتونین اپلای کنین. خب دوستان، این بود معلومات عمومی درباره بورس کشور اتریش برای بانوان. موفق و مالیات باشین. روزتان خوش. خدا نگهدار.